اگه امکانش هست میتونیم بریم به اون فیلمی که برات فرستاده بودم. بله. یه خورده چیز کنیم بریم جلو. من نظراتتون رو خواهشن رو اون فیلم، هم اریک عزیز هم آرمین عزیز و دوستان توی لایو چت حداقل آره این نظراتشون رو بیان کنن. چش، ما اینو می‌خواستم بگم. من یه چیز، من یه سوال دارم. کسایی که میگن ما مزدوریم و اینا، ما چرا بابک آوردیم و چرا این فیلمی هم این فیلم رو داریم الان میذاریم؟ من موندم چقدر مزدورای آخه جالب اینه که دوستان به بلن دیگه از ضد ترامپ. من نمیدونم متوجه نمیشم دیگه من چی بگم به طرف ترامپ. نه تو اومدی اینجا، تو اپوزیسیون کنترل شده هستی، تو داری میای اینجا فقط برای که به این شکل باشه که به نظر برسه که ما داریم خیلی انصافانه کار میکنیم. آه اوکی. یه لحظه من فقط قبل از اینکه ویدیو شروع بشه چی بگم. دوستان یه بحث تقلب رو ما از اول برنامه بررسی کردیم که آیا تقلب شده یا نه، راجع به اون صحبت کردیم. ولی یه بحث مهمتری که بهش هنوز توجه نکردیم و میبینم که توی لایف چت دارن ابراز میکنن این بحث رو، اینه که ترامپ در واقع نباخته انتخابات رو. یعنی در واقع معتقدن که اتفاقا ترامپ برده، و نه تنها برده، اینکه بردش در واقع اعمال خواهد شد و ترامپ در کاخ سفید خواهد ماند و رئیس جمهور خواهد ماند. این ادعا رو هم دارن. یعنی این دیگه خیلی، البته خب خوبی این ادعا، یه خوبی که داره برعکس اون بحث تقلب اینه که زمان در واقع این رو ثابت خواهد کرد که اینطور نیست. یعنی لازم نیست ما بیایم خیلی اینجا توضیح بدیم و در واقع دلیل و سند و این صحبت ها خیلی لازم نیست، فقط کافیه چند روز صبر کنیم، مثلا در حد یک ماه، حالا کمتر از یک ماه، و کاملا مشخص میشه که در این مورد حداقل اشتباه میکنن دوستان. حالا این خیلی من نیازی نمیبینم بخوام توضیح بدم. ببین من یه چیزی قبل از اینکه فیلم پخش کنم، ببین اینا همه چیشون عوض میشه. خب مثل اینکه مثلا تو مسیح رو مثلا میپرستی، خب، و خیلی قبول داری، بعد یه دفعه میذارنش سر صلیب، میگه این چی شد ما باختیم؟ من میگم نه نباختیم، که این اصلا نقشه اصلا همون اول این بود. خب همه مثلا اینجوری وجود داره. خب اینا میگفتن ترامپ حتما میبره، بعد نبرد، بعد میگم خب حتما تقلب شده، امکان نداره که الکترو اینا سی ان ان و بی بی سی و اینا دارن میگن برده، الکترو کالج حتما نمیگه که برده، بعد الکترو کالج میاد میگه که برده، میگه خب حالا اونا گفتن برده، ولی این دادگاهی میشه، دادگاه حتما میاد نشون میده که نبرده، بعد دادگاه اینا همه ادعاشون نزد بیرون، میگن خب حالا تا اناگریشن نشه، تا وقتی که بایدن بیاد هنوز مونده، این حتما تا آخر ترامپ حتما قبل از اون میاد یه کار کودتا میکنه، یه چیز میکنه، میاد میبره، بعد اون موقع بایدن میاد اناگریشنش رو میده و رئیس جمهور میشه. میگن آها اینا، من فکر کنم اینو میگن اون موقع که وقتی که بایدن اومد دیگه، اومد تو وایت هاوس هم اومد نشست، میگن آها این از همون اول نقشه ترامپ از همون اول همین بوده، برای اینکه این میخواسته نشون داد که چقدر همه چی چقدر سیستم بد بوده. خب ما همه چشمامون باز شد، این نقشه عالی ترامپ بود که ما بالاخره بهمون نشون داد، این حالا برمیگرده 2024 برمیگرده اون موقع میبره. ببینید این او این اصلا از ما نمیدونستیم، ترامپ از هممون زرنگتر بوده، این از همون اول میخواسته ببازه که ما همه ببینیم که چقدر دیپ سیت چقدر قویه، بعد که بیاد دیگه همه میفهمن طرفدارش قوی میشه دیگه، ما همه میدونیم که چقدر این 60 چست داشته بازی میکره و اینا. و اینا هم هیچ وقت نمیبازن. خب اینا هزار بار میبازن ولی تو ذهن خودشون یک بار هم نباختن، باور کنین تا آخرش هم همین جوریه. من این فیلمو بذارم بگین صدا، من اینو میذارم بگین صدا هست یا نه. خب سال 2020 همه چیز، هر آنچه که بهش اعتماد داشتیم و متکی بودیم متفاوت بود. پس چطور میتونیم انتظار داشته باشیم انتخابات 2020 متفاوت نباشه؟ خب من اینا رو پاس کنم بگم این یه مغلطه بودا. مغلطه درسته، برای اینکه میگی که چون توی 2020 همه چی عوض بود، حتما انتخابات هم حتما یه چیز متفاوت خواهد بود. چه انتظار، یعنی خب نه، حتما دلیل که نمیشه. جریان های اصلی رسانه سعی در القای این پیام داشتند که رقابت به پایان رسیده، بایدن برنده انتخابات شده و وضعیت رو عادی جلوه بدن. اما ما از ته دل احساس میکنیم یک چیزی اینجا درست نیست. از ته دل احساس کردن مدرک حساب نمیشه. ببین هر کسی به شما میگه که من مدرک ندارم ولی از ته دلم احساس میکنم که یه چیز درست نیست، این از همون اول نشون میده که کسیه که درست طرز فکرش درست نیست.
از ته دل احساس میکنم. این چه حرفیه؟ خب اگه اینجوری فکر میکنی خب معلومه که به نتیجه های عجب غریب میرسی. از نحوه برگزاری انتخابات در میدان رقابت، تعلیق و تأخیر تا تقلب گسترده در حوزه‌ها، همه چیز از حافظه ضعیف بایدن ضعیف‌تر عمل میکنه و محو میشه. این خیلی جالبه. فکر میکنم بایدن خیلی همش حرفش هی حرف چرت و پرت میزنه، یادش میره. ویدیو داریم برای بایدن هم که اینجوری که هست، منم از بایدن خندیدن و گفایی که داره خیلی منم دوست دارم، ولی خب ترامپ هم خیلی داره، ترامپ که خیلی بیشتر از بایدن داره و به حساب نمیاد. با من باشید تا مروری داشته باشیم به آنچه که پشت صحنه. اینو نگاه، اینو سند کردن که اوه دارن قایم میکنن که توش اتفاقی افتاده. اینا رو موقعی گذاشتن که کلی آدم داشته میاد سعی کنه که بیاد وارد. ببین داشتن رأی‌ها رو اینجا میشمردن، یک ماب ترامپ سپورتر اومده بود میخواست به زور بیاد بره تو، خب، و داشت تمام آدم های این تو رو هراس میکرد. بعد از کلی مدت تصمیم گرفتن که اگه اینا واقعا میخواستن یه چیز قایم بکنن همون اول اینو میذاشتن، چرا بعد از اینکه اینا اومدن حمله کردن اینا رو گذاشتن؟ مسئله اینه که اصلا آرمین جان خب دارن دوربین داره نشون میده دیگه، این تصاویر از کجا به دست این افراد رسیده؟ اگه دارن میبندن پس این دوربین چی رو داره نشون میده؟ دوربین که از داخل داره نشون میده. اصلا همه انتخابات آمریکا لایو استریم بود، مخصوصا تو ایالت های چرخشی، و هم مناظره ریپابلیکن داشت هم مناظره دموکرات. اصلا مردم میتونن از یوتیوب برن ببینن، هنوز هم هستش، همه اینا ریکورد شده و پابلیک دومین هست. همه الان ما میتونیم بریم بشینیم کل شمارش همه شعب رو ببینیم. همه جا هستش، یعنی این چیزی پوشیده نبود بر کسی. بله، انتخابات اتفاق افتاد. با من باشید تا ببینیم بزرگترین خطری که ما رو تهدید میکنه دشمن نامرئی نیست که به بدن ما رخنه کرده، بلکه دشمن به کشور ما حمله کرده و افکارمون رو تحت کنترل گرفته. به برنامه مرد در آمریکا خوش آمدید. من میزبان شما با برنامه حفره در خانه هستم. اجازه بدید بپرسم، چطور میتونید بگید چه اتفاقی در جهان در حال رخ دادنه، چه اتفاقی در کشورتون، حتی در شهرتون؟ اشاره میکنم به جریانهای اصلی شبکه‌های رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی. احتمالاً خبرهای شب تاکر رو تماشا میکنید، یا صبح نیویورک تایمز رو میخونید، یا وقت استراحت سری به فیسبوک میزنید. چطور میتونید بگید در انتخابات آمریکا چه میگذره؟ چه فکر میکردید زمانی که به طور معمول انتخابات متوقف شد و ایالت‌های قرمز به نفع بایدن آبی رنگ شد؟ شبکه فاکس در آریزونا آرا شمارشی رو به نفع بایدن اعلام کرد. در مورد شمارش آرا آخر شب چه میدونید؟ به طریقی همه آرا به نفع بایدن رقم خورد. اشکالات غیر قابل انتظاره، کامپیوترها، نشت لوله‌های آب، قطعی برق، مشکل خودکارهای مخصوص رأی‌گیری و به طریقی همه میشه. من این قسمت رو جواب بدم؟ ببینید، دو تا مسئله رو عنوان کرد، شاید سه تا. یکی اینکه گفت تا شب ترامپ جلو بود توی این ایالت ها و بعد یهو نصف شب بایدن جلو افتاد. درسته؟ ببینید، ما دو مدل رأی داشتیم توی آمریکا، یکی رأی های پستی بودن و یکی رأی هایی بودن که روز انتخابات به صورت حضوری، البته قبل از روز انتخابات هم حضوری بود ولی بیشتر این دو نوع بودن. بعضی ایالت ها اجازه داشتن که قبل از روز انتخابات این رأی های پستی رو بشمرن، همینجوری که میومد بشمرن و همون اول اعلام کنن نتایج رو، یعنی اون روز انتخابات، عصر انتخابات که تموم شد اینا رو اعلام کنن. مثلا ایالت های مثل فلوریدا، تگزاس، اوهایو، اینها از این دسته بودن. بعضی ایالت ها ولی اجازه نداشتن این کارو بکنن و باید صبر میکردن، انتخابات به صورت کامل تموم میشد و بعد در واقع آرای روز انتخابات رو میشمردن. وقتی تموم شد شروع میکردن آرای پستی رو بشمرن و همین باعث شد که خیلی طول بکشه. اما اتفاقی که افتاد اون ایالت هایی که اول آرای پستی رو شمردن که فلوریدا، تگزاس و اوهایو از جمله بودن، ابتدا بایدن جلو افتاد، یعنی این ایالت ها آبی شدن، فلوریدا، تگزاس و اوهایو، اگه دوستان یادشون باشه اون شب انتخابات رو، اینها آبی بودن تا ساعت مثلا 11 شب به وقت نیویورک. اما بعدن رأی های روز انتخابات اومد و اینها برگشتن به سمت ترامپ و رفتن توی و اعلام شد به نفع ترامپ، هر سه این ایالت. اما ایالت های دیگه مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین، مثل میشیگان، مثل جورجیا، اینها ایالت هایی بودن که مجلس این ایالت ها اجازه نداده بودند که رأی های پستی شمرده بشه قبل از انتخابات
و باید بعد از اینکه آرای روز انتخابات شمرده میشد آرای پستی شمرده میشد. اتفاقی که افتاد این بود که ترامپ بسیار جلو افتاد و بعدن که آرای پستی رو شمردن بایدن اومد و در واقع نهایتاً برد این ایالت. حالا دلیل این اختلاف چی بود؟ چرا مثلا روز انتخابات با آرای پستی اینقدر فرق میکرد به نفع یکی از دو کاندیدا؟ این بود که ترامپ در چند ماه اخیر همش اصرار میکرد به طرفدارانش که رأی پستی رو ازش استفاده نکنن و حتما برن در روز انتخابات برن رأی بدن و خب طرفداراش هم به حرف در واقع رهبرشون گوش کردن و چنین کردن و بیشتر آرای ترامپ متمرکز شده بود روی آرایی که در روز انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده بود. اما از اون طرف دموکرات‌ها خیلی اصرار داشتن به طرفدارانشون که در واقع قبل از روز انتخابات و به صورت پستی آرای خودشون رو در صندوق بندازن یا پست کنن که اون در واقع ازدحام ایجاد نشه به خاطر کرونا و دلایل دیگه، چون خیلی ها مثلا اگه بخواد در همون روز برن خب صفای طولانی ایجاد میشه و ممکنه خیلی ها منصرف بشن و رأی ندن و ممکن بود مثلا اینا رأیشون کمتر بشه. به خاطر همین این در واقع اختلاف وجود داشت که دموکرات ها بیشتر ترجیحشون آرای پستی بود و جمهوری خواها آرای روز انتخابات و این باعث شد که در واقع این چیز رقم بخوره که ترامپ بسیار جلو بیفته. در پنسیلوانیا 700 هزار رای جلو بود، در آریزونا 600 هزار رای، نمیدونم در میشیگان 300 هزار رای، در ویسکانسین 150 هزار رای جلو بود. اما وقتی آرای پستی شروع کردن به شمردن این اختلاف کمتر و کمتر و کمتر شد و نهایتا در هر چهارتای این ایالت ها باخت انتخابات رو ترامپ. به عبارت دیگه طرفدارای ترامپ یه مقدار احمق‌ترن، به خیلی برایشون کرونا مهم نیست و حرف ترامپ هم انقدر دوگماتیک قبول میکنن که وقتی که میگه با میلینگ بلت رای ندین اینا میگن خب باشه، بعد میگه اه چی شد پس ما ترامپ گفت میلین بلت ووت ندین با بعد که نه رای نیوردم میلین بلت میگه اه چرا با رای نه، خب خودت گفتی با اینا رای ندین، خودت به همه طرفدارات میگی اینجوری رای ندین، فقط برین اون برین دم جای برین خودتون پاشین برین رای بدین به جای اینکه میل بکنید. بعد که میل بعد میپرسی چرا رای ندادن، خب از همه پیش اینجوری که به همه میگفتی که میلین بلت ووت ندین همه پیش بینی کردن رای پستی، منظور میلی رای پستی، خب ترامپ به همه میگه رای پستی ندین، خودتون پاشین برین رای بدین، بلکه رای پستی نیورده از همشون میگن که ما چرا رای پستی نیوردیم، همه هم پیش بینی کرده بودن، تو اینقدر همه گفتی بودی رای پستی اعتماد نکنی خودتون پاشین برین، همه پیش بینی کرده بودن، واضح بود اولش که رایای صندوقو میشمارن بیشتر ترامپ، یعنی بیشتر طرف ترامپ خواهد بود، بعدش که میان همون رأی پستی رو میشمارن یه مقدار عوض میشه به خاطر دموکرات ها، به خاطر کاری که خودتون کردین. بعدم که اینا میگن ای چرا اینا، بعد میگن که اینا چرا پیش بینیشون درست در اومد، پس اینا حتما دیپ استیت ان، اینا همه چی رو کنترل میکنن، خب واضح بود که اینطوری میشه. عجب، خیلی من دقیقا حالا یه موردی رو باز توی این ویدیو گفت که لوله آب ترکیده بود و فاضلاب و این صحبت ها. ببینید این اتفاق در ایالت آریزونا افتاد، توی ماریکوپا کانتی. ماریکوپا کانتی در واقع شهرستانی هست که فکر میکنم شهر فینیکس و در واقع حومه فینیکس توش هست و جالبه که توی آریزونا برعکس بقیه ایالت ها بود، یعنی در ابتدا بایدن خیلی بالا بود، چند صد هزار رای جلو بود و هی هرچه جلوتر میرفتیم این فاصله رو هی ترامپ کمتر میکرد و این بحث فاضلاب که پیش اومد و این در واقع لوله آب ترکید یا هر اتفاقی که افتاد و اینها رفتن چند ساعت برگشتن، این هی آرای ترامپ بود که هی بیشتر میشد. یعنی اگر بخوایم با همین منطق جلو بریم این در واقع توطئه ترامپ دوست ها بود که و البته در واقع محلی های اونجا هم همشون جمهوری خواه بودن. البته من این ادعا رو نمی کنم، دارم میگم اگه با این منطق جلو بریم، یعنی چون اون هی ترامپ بود که داشت 60 درصد 70 درصد رأی می آورد و اون اختلاف مثلا 140 هزار 150 هزاری که داشت با بایدن توی آریزونا هی داشت کاهش پیدا میکرد و نهایتا فکر کنم به 10 هزار یا کمتر از 10 هزار رسید و این اون زمانی بود که چیز رسید باعث شد که چند ساعت تاخیر بیفته و اینها. یعنی این پروسه به نفع بایدن نبود و به نفع ترامپ بود. عذر میخوام، من توضیحم خیلی طولانی شد در این مورد. نه این آره یه واقع توضیحات کوتاه‌تر کن چون این ویدیو مقدار طولانی بایدن و بعد تعداد بیشماری از مورد نگاه کن مدرکشو نگاه کن، میگه که تعداد بیشماری از مرده ها رای دادن. مدرکش چیه؟ یه تویت با عکس قبرستون، این مدرکشه. این تعداد... این آدمیه که اون
چیزه اون ماسک شیمیایی رو برده بود تو کنگره آمریکا مسخره میکرد کرونا رو، یعنی همچین آدم عظم احمقیه که مسخره میکرد ماسک زدن رو. نگاه کن مدرکشون اینه، اینا همین آدمه، این کیوننایی که آدمه هر کسی رو تویتر چک مارک بلو چک مارک داره رو مسخره میکنه. نه یه همه کنگرسمن هست، کنگرسمن هست. میدونم، ولی اگه این طرفدار خودشون باشه اینو میاره میذاره که نگاه کنه یه نفر با این همه بالا مقام میاد یه همچه حرف میزنه پس حتما درسته. مدرکشون که آدمای مورد رای دادن اینه که یه کسی با یه بلو چک مارک رو توییتر، یه آدمی که واقعا خودش هم انقدر احمقه میاد میگه که آها آدمای مورد رای دادن عکس قبرستون میاره، مدرکشون اینه. دگان به بایدن رای دادن. من اینو چک کردم، چه عوامل عجیبی در لحظه آخر به نفع بایدن عمل کرد. این اینو خوب ترجمه نکرد، این یه جوک گفت. I fact check that. این داره علیه fact checker حرف، یه جوکن، یه انگلکن داختنم چیه. کووید 19 هم به نفع بایدن بود. چطور شهرهای کوچک بیش از جمعیت ساکنینش به بایدن رای دادن؟ پنسیلوانیا 1.8 میلیون رای دادن در صورتی که در شمارش 2 میلیون بود. ببین این خیلی جالب. اینو البته اریکی رو میذارم جواب بدی چون که من میدونم اینو خیلی شنیدم، ولی این قبلش الان داشت میگفت که کووید به نفع بایدن شده. این بدونی که بگه که کووید خودش مثلا یه چیز دروغیه نمیخواد بگه، برای اینکه این یه چیز خیلی گنده تری میشه خب، ولی میگه که کووید به نفع بایدن شد که اون کسایی که دارن نگاه میکنن که فکر کنن کووید هم مثلا یه چیز دروغیه بگن که آها پس اینم جزء نقشه‌شون بوده. یعنی بدون که بگه داره اینم این گوشت قرمزم داره برای این کسایی که سگای ترامپ میندازه. ولی این حرفشو اریک هدمن خیلی شنیدی که میگن که تعداد کسایی که رای دادن از تعداد مثلا فلان شهر بیشتر بوده و اینا. آره ببینید البته ادعایی که میکنن اینه که میگن تعداد رای دهندگان از تعداد افرادی که رجیستر کرده بودن برای رای دادن بیشتره، یعنی تعداد رای ها از اونایی که رجیستر کرده، اونایی که ثبت نام کرده بودن برای رای. اما مسئله اینه که خیلی از ایالت ها ثبت نام همان روز داره، یعنی شما تو همون روزی که میخوای بری رای بدی میتونی بری ثبت نام کنی، یعنی شما تو لیست ثبت نامی هم نیستی، میری ثبت نام میکنی و میری رای میدی. این یه بحثه. و ثانی یعنی که درست نیست اصلا. مثلا میگفتن توی میلواکی و ویسکانسین بیشتر از تعداد ثبت نامی ها رای دادن، در حالی که ما چک کردیم دیدیم 49% اهالی ویسکانسین رای دادن و نه بیشتر از و این بابا... من میتونم اصلا پیدا کنم الان که عرض به خدمت شما بفرستم که این 49% توی سایت شهرستان در واقع خود میلواکی این اومده، یعنی ادعاهای غلطی هست و برفرض اگر درست هم بود این به معنی تقلب اینها نیست، چرا که شما میتونید تو همون لحظه از جمعیت بیشتر نیست، از تعداد ثبت نامی ها. بله بله آره اینم same day registration براشون هست، برای این تعداد میتونه یه دفعه زیادتر بشه. بابک جان کسایی که از من و اریک بدشون میاد الان راحتن که تو چرا حرف نمیزنی، یه چیزی بگو. خب آرمی جان من این فیلمو خودم فرستادم برای تو که بذاری پخش کنی که عملا خب نظریات منم هست خیلیاش، خب و خیلی از دوستان دیگه، و میخوام عملا نظر شما دو تا دوستان در مقابل این این سوالات بدونم چیه. باشه باشه باشه. خب به این علت که سکوت کردم دارم گوش میدم که شما چی میفهمید. باشه باشه. این گیشگلپ کاری که این داره میکنه بتون توضیحش بدم. فیلم ادامه بدیم. و در آخر رای گیری 2 میلیون که با ونزوئلا هماهنگی و همکاری تنگاتنگ داشت. با دستکاری شمارش آرا نتیجه رای گیری رو به نفع بایدن تغییر داد. تقلبی که داده های ما رو در اختیار روسیه، چین و ایران گذاشت. زمانی که شمارش آرا خبر از برتری ترامپ به بایدن داد، سیستم رای گیری دچار مشکل شد و تصمیم به توقف شمارش آرا گرفتند و به خانه هاشون رفتند. اون اتفاقات تا به حال در تاریخ. اینو میخواید جواب بدی؟ آره خب ببینید اینا یه بار توسط دستگاه شمرده شد، بعدن که دیدن نزدیکه دستی شمردن و وقتی دستی شمردن دیدن همون نتیجه‌ای که دستگاه داده بود چیز کرد و میلیون ها دلار هم خرج شد، هم در ویسکانسین و هم در جورجیا. اینا 2 بار 3 بار دستی شمردن و پولش هم البته تو ویسکانسین تو کمپین ترامپ داد. جالبه که 80 رای هم بایدن به تعداد رایش بیشتر شد، 83 رای فکر کنم وقتی دستی شمردن. وقتی دستی میشمردن دیگه بحث دامینیون و دستگاه اینا دیگه منتفی میشه، چون همون رای ها هستن. شما یه بار میدی دستگاه میشمره، یه بار مثلا این پولو دیدی تو بانک ها میدی مثلا دستگاه بشمره و بعد دستی میشمره. وقتی دیگه دستی شمردی دیگه بحث دستگاه دیگه منتفی میشه.
یه ادعای خیلی جالبی هم که دارن انقدر ببین اینم گفت البته اینا فکر میکنن که اینا دستگاهاشون رو جوری دور تنظیم کرده بودن که کسایی که به ترامپ رای میدن عوض بکنه به بایدن، ولی این انقدر مردم آمریکا به ترامپ رای دادن که این کامپیوترشون اصلا شوکه شد، نتونست مصاحبه بکنه، تعداد عددو نتونست عوضش کنه، همه چی به هم خورد، برای همین تونستن بفهمن. خب یعنی اینا فکر میکنن مگه قدرت یعنی این چی کامپیوتر مثلا 50 سال پیشه که عددهای میلیونی رو نتونه ثانیه‌ای محاسبه کنه؟ اینا چقدر اصلا باور کن. یک مورد، البته یک مورد اینو بگم، یک مورد توی یکی از شهرستان‌های ایالت میشیگان یک اشتباه نرم افزاری رخ داده بود و رأی‌ها عوض شده بود، 6000 رأی، 6000 رأی حدودا که 2500 رأی بایدن رو بیشتر از ترامپ نشون داد، در حالی که خب شهرستانی بود که شهرستان جمهوری خواه بود و قاعدتا باید ترامپ برنده میشد و خب اینا اینو فهمیدن، سری دستی شمردن دیدن بله خب اشتباه شده و عوض کردن به راحتی، و در جاهای دیگه هم که دستی شمردن اتفاق نیفتاد. یعنی این طور نبود، اگر اشتباهی رخ میداد همون موقع اصلاح میکرد. درست، این اشتباه های این کوچیکه اینطوری انتخابات قبلی هم اتفاق افتاده و بعدن چک شده و بعدن رفتن هر موقع که اشتباه اینطوری شده رفتن چک کردن و عددش درست کردن. یعنی اشتباه 100% خواهد شد ولی معمولا پیدا میشه و بعد درست میشه. اشتباه گفتم که ویسکانسین هم 80 رای به رای بایدن اضافه شد، یعنی از اونجا اگه بخوایم بگیم یعنی اشتباه هایی هم بوده که اتفاقا یعنی پیدا درست کردنش به نفع بایدن شده. حالا اینم آمریکا کوه داده، این فقط قسمتی از کوه یخ شناوری هست که ما قله‌اش رو می‌بینیم و ما بقیش زیر آب. نگاه کن ویدیوهایی که نشون میده، یعنی اینا فکر میکنن یک سیستم گلوبالیستی اینقدر قوی تو جهان وجود داره که اینا میخوان یعنی رأیای که میخوان بایدن ببره، اینا اینقدر کنترل دارن روی فکر آمریکا، روی اینکه بتونن دستگاه‌ها رو عوض بکنن که رأی‌ها رو یه جور دیگه بشماره، ولی انقدر احمقن که میان رأی‌ها رو اینجوری تو روز روشن میخوان قایم کنن، اینجوری دست اینا دستشون رو کیسه کیسه کردن که هر کسی بتونه فیلم بگیره. یعنی من نمیدونم اینا یا انقدر نخبن که میتونن اینجوری نخفی بکنن، یا انقدر احمقن که اگه میخوان رأی از مردم بدوزن اینجوری میان میدوزن.